سلام عزیزان، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز میخوام تو این ویدیو بهتون شاغول خوراک خور دوسیم رو از نزدیک نشون بدم تا کامل با جزئیاتش آشنا بشین. پس با من همراه باشین. اولین نکته که توی خرید شاغول باید بهش دقت کنین بسته‌بندی شاغول هست. همینطور که روی جعبه کاغذی شاغول دوسیم میبینین، روی جعبه کاغذی یک لیبل وجود داره که داخل این لیبل آلیاژ های بکار رفته شده داخل شاغول درصد و خلوص هر کدوم نوشته شده. هولوگرام شاغول هست و اینجا هم شماره سریال شاغول نوشته شده. این شماره سریال خیلی مهمه، در ادامه همین ویدیو بهتون میگم که چرا انقدر اهمیت داره. این طرف هم دوباره مجدداً هولوگرام شاغول، شماره سریال و آلیاژ بکار رفته شده درج شده. اینجا هم یه توضیحاتی در مورد خود شاغول هست. دومین نکته‌ای که توی خرید شاغول باید بهش دقت کنین پلمب‌های بسته‌بندی هست. اینو دقت کنین که شاغول به صورت پلمب به فروش میرسه و به هیچ عنوان تست نداره. موقع خرید حتما این پلمب‌ها رو چک کنین که باز نشده باشه یا قبل از شما کسی اونو تست نکرده باشه. خب من پلمب‌های شاغول رو باز کردم. جعبه رو بیرون میارم از داخل جعبه کاغذی. همینطور که اینجا میبینین این لیبل روی جعبه دقیقا همون لیبل روی جعبه کاغذی هست، با همون شماره سریال ها و همون خلوص و آلیاژ ها و همون هولوگرام. اینجا هم مجددن همون هولوگرام روی جعبه کاغذی اینجا درج شده. این خود شاغول هست که میبینین. این شاغول حالت چنزلی داره که این چنزلی بودنش باعث میشه عمق بیشتری بزن. همینطور دوباره این لیبل رو میبینیم که همون شماره سریال، هولوگرام ها و خلوص آلیاژ بکار رفته داخل اون دقیقا همونی که روی جعبه کاغذی و این جعبه مشکی رنگ درج شده. بالای شاغول محفظه قرار دادن خوراک قرار داره که اگه بپیچین این محفظه باز میشه. داخل این محفظه خوراکتون رو قرار میدین. خوراک همون چیزیه که دنبالش میگردید. اگه برای آبیابی استفاده میکنین خوراکتون میشه آب، و اگه برای طلایابی یا فلزیابی استفاده میکنین طلای یا اون فلز مورد نظرتون خوراک هست. یه مقدار کمی از اون خوراک رو داخل این قرار میدین، داخل این مخزن، درش رو میبندین و از شاغول استفاده میکنین. لازم نیست مقدار خوراکتون زیاد باشه و اتفاقا بهتره که خیلی زیاد نباشه، چون اگه زیاد باشه و سنگین بشه شاغول به راحتی جهتگیری نمی کنه. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین.